در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای سیروس حمیدی و ببینیم آخرین گزارشات و بازتاب‌های قیام ایران در رسانه‌های بین‌المللی به چه ترتیب هست. سلام می‌کنیم به شما آقای حمیدی. بله، با سلام و تشکر از شما و با سلام به بینندگان عزیز. پس از لشکرکشی مفتضح خامنه‌ای به تهران و بازتاب‌های منفی اون در جهان، لشکرکشی روز گذشته رژیم به مهابات هم باعث سرشکستگی هرچه بیشتر دیکتاتوری حاکم بر ایران در محافل جهانی شده که اینجا من به دو نمونش اشاره میکنم. اولیش خبرگزاری فرانسه هست که درباره سرکوب مردم مهابات از جمله نوشته: فعالان روز یکشنبه ابراز نگرانی کردند که رژیم ایران در حال اجرای یک سرکوب بزرگ در یک شهر کردنشین است که در چند روز گذشته شاهد اعتراضات شدید ضد رژیم بوده است. بنابر این گزارش، گروه‌های حقوق بشر اعلام کردند نیروهای امنیتی کمکی به شهر مهابات اعزام شدند. در همین حال تصاویر و فایل‌های صوتی منتشر شده حاکی از تیراندازی سنگین و فریادهای شبانه است. بله، این گزارشی بود از خبرگزاری فرانسه. مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، هم در توییتی در همین رابطه نوشته: گزارش ها از مهابات نشان می دهند رژیم تعداد بیشتری از مردم را مورد حمله وحشیانه قرار می دهد. خامنه ای و رئیسی قاتلان دست جمعی هستند. با رژیم آنها باید به عنوان یک جزامی بین المللی رفتار شود. مردم ایران نیاز به حمایت گسترده خارجی دارند. خب همونطور که می دونید، حمایت از قیام مردم ایران در سطح جهان هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کنه. اجازه بدین به چند نمونه از جدیدترین مواردش اشاره کنم. نخست وزیر اسلوانی رابرت گلوب تو همین رابطه، یعنی قیام مردم ایران، گفت: مردم ایران در ماه‌های گذشته با وخامت جدی حقوق بشر مواجه بودند، به ویژه در رابطه با زنان و کودکان. من قویاً از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره ایران که در 24 نوامبر قرار است برگزار شود استقبال می‌کنم. اسلوونی نقش فعالی ایفا خواهد کرد. در کانادا هم وزیر خارجه این کشور در توییتی نوشت: ما همبستگی خود را با مردم شجاع ایران که در اعتراض به ظلم و ستم مقام‌های رژیم از جمله تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و استفاده نامتناسب از زور اعتراض می‌کنند، ابراز می‌کنیم. در آمریکا هم کوین مکارتی، رهبر جمهوری‌خواهان در کنگره، که قرار از 3 ژانویه 2023 رئیس کنگره بشه، گفت: ما این انقلاب در ایران را از دست نخواهیم داد. من در حال آینده در کنار هر کسی در داخل ایران که خواهان آزادی و حکومتی متفاوت باشد خواهم ایستاد. آنها، یعنی مردم ایران، میخواهند اقتصادی بسازند در آینده‌ای مبتنی بر آزادی. این هم جملاتی بود از آقای کوین مکارتی. رژیم قادر به سرکوب اعتراضات نیست. این موضوعی هستش که سایت واکس به طور مفصل به اون پرداخته و نوشته: رژیم ایران با وجود تاکتیک‌های وحشیانش نمی‌تواند اعتراضات گسترده را مهار کند. ثابت شده که سرکوب جنبش تحت رهبری زنان و جوانان دشوار است. این جنبش با وجود سرکوب‌های شدید فزاینده، با تکیه بر همبستگی بی سابقه بین اقلیت‌های قومی
گروه‌های مذهبی مختلف و همبستگی مردان با زنان قدرت بیشتری یافته است. دستگیری دست جمعی، تهدید به اعدام و قتل‌های بی‌رویه تنها به فراخوان معترضان برای تشکیل حکومتی جدید و شعار مرگ بر دیکتاتور دامن زده است. دستگیری‌های دست جمعی، تهدید به اعدام و قتل‌هایی که رژیم تاکنون مرتکب شده است تنها باعث شده که اعتراضات همچنان ادامه یافته، رشد کرده و تکامل یابد. گزارشی هم داریم از ABC نیوز که اجازه بدین فقط یه جمله از اون رو براتون بخونم. زنان ایران خواهان انقلاب هستند و تظاهرات این بار با یک جنبش جهانی به پیش می رود. آخرین خبرم مربوط هستش به آلمان. اخیراً معاون وزیر خارجه این کشور یعنی آلمان در بحث دیالوگ امنیتی در منامه بحث رو به مسئله ایران و قیام مردم ایران کشوند و گفت ما به شدت در داخل اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری افراد و نهادهای رژیم ایران فشار می‌آوریم. به عنوان مثال ما تقریباً همه روابط دو جانبه با رژیم در زمینه دیپلماسی و فرهنگی را تعطیل کرده ایم. خب این خلاصه بود از جدیدترین بازتاب‌های قیام بزرگ مردم ایران. بله تشکر می‌کنیم از آقای امیدی و گزارشی که دادید.